بخش پنجم، داستانی از شاهنامه پادشاهی ضحاک، قسمت دوم. ضحاک عاقبت بر تخت پادشاهی تکیه زد و سالیان درازی را پادشاهی کرد. در دوران او هنرمندان و فرزانگان مقام گذشته را نداشتند و جادوگری ارزشش بیشتر از علم شده بود. جادوگران ارجمند و هنرمندان خار شدند و دیوان دوباره شروع به دست درازی کردند و از خوبی ها حرفی زده نمی شد. جمشید دو دختر داشت که از همه بانوان دوران خود سرتر بودند و کسی روی آنها را ندیده بود. نام یکی شهرناز بود و دیگری ارنواز. مأموران ضحاک آن دو دختر را در حالی که مانند بید می‌لرزیدن از خانه بیرون کشیدند و به کاخ ضحاک بردند و به او سپردندشان. ضحاک هم بدخویی را به آنها آموخت و به آنها جادو و سحر کرد. این روش ضحاکشون بود و جهان در دستانش مانند موم بود و کار او آموختن بدیها، کشتن و غارت کردن بود. هر شب دو جوان را بدون توجه به اینکه از بزرگان است یا پهلوانان به ایوان شاه می‌کشاندند و مخفیانه آنها را می‌کشتند. از مغز سرشان خوراکی برای مارهای ضحاک آماده می‌کردند تا درمانی برای ضحاک ماردوش باشد. دو جوان پاک سیرت از نژاد شاهان به نام ارمایل و کرمایل که از این کشتار جوانان آگاه شده بودند با هم تصمیم گرفتند که آشپز شاه شوند. آنها می‌خواستند که جلوی این خونریزی را بگیرند. بسیار اندیشه کردند و چاره را در این دیدند تا از هر دو جوان می‌توانند جان یکی را نجات دهند و او را از کاخ بیرون فرستند رفتند. آشپزی را آموختند و تلاش کردند تا نام‌آور شوند و به آشپزخانه ضحاک دست پیدا کردند. هنگام آشپزی مغز یکی از آن دو جوان را که کشته شده را با مغز گوسفند آمیخته و خورشتی تهیه کردند تا خوراک مارها شود. جوان دیگر را مخفیانه از کاخ بیرون می‌فرستادند و به او می‌گفتند. در بین مردم ظاهر نشو، چون آنها می‌خواستند از مغز سر تو برای مارهای ضحاک خوراکی تهیه کنند، ولی اکنون می‌توانی بروی. به این ترتیب هر ماه 30 جوان نجات پیدا کردند و زمانی رسید که تعداد آن نجات یافته‌ها به 200 نفر رسید. همه در صحرا زندگی می‌کردند و از انسان‌ها دور بودند و از آن سو ضحاک به خوشگذرانی ادامه می‌داد. پهلوانان ایران زمین را به دست دیوها می‌کشت تا سرگرم شود و برای خوشگذرانی دختران خوبروی و پاک نژاد ایرانی را فرا می‌خواند. گذشت و گذشت و گذشت. زمانی که 40 سال از روزگارش مانده بود، در حالی که در کنار ارنواز خوابیده بود، در خواب دید که از تاج پادشاهی 3 مرد جنگی پدیدار شدند. 2 مرد بزرگ و یکی که از همه سن بیشتری داشت در میان آنها قرار داشت. پوشش بزرگان را داشت و مانند پادشاهان قدم بر می داشت. در دستانش گرزی از سر گاو داشت، به سمت ضحاک رفت و گرز را بر سرش کوبید. دست و پایش را بست و او را با خاری روی زمین کشید و به اسب بست و تا کوه دماوند کشید. سپس او را در چاهی آویخت و جگرش را بیرون کشید و در این هنگام ضحاک از خواب بیدار شد و فریادی کشید. ارنواز که ضحاک را در این حال دید گفت: تو را چه شده؟ تو که جهانی از آدم و دیو و حیوانات وحشی به فرمانت هستند و فرمان روای 7 کشور هستی، چرا این چنین هراسان شده ای؟ اما ضحاک در پاسخ گفت: اگر این راز را با دیگران در میان بگذارم، از قدرت من ناامید می شوند.
اما ارنواز اصرار کرد و از ضحاک خواست تا رازش را با او در میان بگذارد تا راهی برای آن بیابد. از او خواست تا از بزرگان و دانشمندان کمک بخواهد تا گره گشایی کنند. ضحاک از سخنان ارنواز پریروی خوشش آمد. او از همه کشورها دانشمندان و موبدان را فراخواند، آنها را انجمن کرد و خوابش را باز گفت و سپس از آنها درمان درخواست. لب موبدان خشک و رنگشان زرد شد. حرف برای گفتن بسیار داشتند اما می ترسیدند. 3 روز گذشت و کسی سخنی نگفت و روز چهارم ضحاک آشفته شد و به نماینده موبدان گفت: اگر می خواهید زنده بمانید باید همه چیز را آشکار کنید. از میان موبدان یکی بود که باهوش و زیرک بود. پا پیش گذاشت و نزد ضحاک رفت و این چنین سخن گفت: همه روزی خواهند مرد. قبل از تو هم پادشاهان بسیاری بوده اند که آمده اند و هنگام مرگ این جهان را ترک کرده اند. حتی اگر لباس آهنی بتن کنی هنگام مرگ نمیتوانی از آن فرار کنی. اگر پروردگار از اقبال تو دیده باشد که به دست بزرگی کشته شوی، این سرنوشت توست و نمیتوانی از آن فرار کنی. اما چرا از همکنون خود را پریشان کنی؟ او که هنوز به دنیا نیامده، روزی خواهد رسید که جوانی رشید و دلاور خواهد آمد و جویای تاج و تخت تو خواهد شد و با گرز خود بر سرت خواهد کوفت و تو را از این کاخ بیرون خواهد کشید. ضحاک ناپاک پرسید: او چه دشمنی با من دارد؟ موبد گفت: اگر خردمند باشی میدانی که هیچ کس بی دلیل دشمنی نمی کند. تو پدرش را می کشی و او به کین پدر به سوی تو می آید. چون ضحاک اینها را شنید از تخت افتاد و از هوش رفت و زمانی که حالش جا آمد همه چیز را رها کرد و به دنبال آن بچه گشت. در بخش بعدی پادشاهی ضحاک قسمت 3 را از داستانهای شاهنامه خواهیم شنید. اگر از این گونه حکایات لذت میبرید لطفاً آنان را لایک و همینطور نظراتتون را برای ما کامنت کنید.